اول کارت خلاقیت به خرج نده. رفتی یاد گرفتی لازم نیست کار خلاقانه بکنی. چرا؟ چون مراحل ناخون کار شدن دقیقا این شکلیه. شما اولش آموزش میبینی، کار رو که آموزش دیدی باید تمرین کنی. بعد از اینکه تمرین کردی وارد مرحله تثبیت میشی. مرحله تثبیت یعنی چی؟ یعنی دیگه یادم نمیره که پرایمر زدم یا نزدم، همه مراحل رو به صورت خودکار انجامش میدم. مرحله بعدی مرحله ایکیو، هوش هیجانی. حالا میتونی چیکار کنی؟ رفتار مشتری رو تلفیق کنی با کارت، باهاش حرف بزنی، یه کوچولو گپ بزنی و اینکه کارهای مختلف رو با هم دیگه انجام بدی. دیگه درگیر این که کدوم اول بود کدوم دوم بود نیستی. کم کم شروع میکنی به مستقل شدن و قوی شدن. بعد از اینکه قوی شدی حالا مرحله اعتماد سازی و جذب مشتری رو تجربه میکنی که این مرحله واقعا مرحله لذت بخشیه. تموم این کارا که اتفاق افتاد میرسیم به مرحله خلاقیت. توی این مرحله مواد رو شناختی، کار رو روش تسلط داری، حالا میره چی کار میکنی؟ تست میزنی آقا اینو با اون ترکیب کنم چه شکلی میشه. مثلا بر فرض مثال تست کنیم ببینیم این مواد رو با اون یکی این مدلی بذارم چه اتفاقی میفته. مرحله بعد از اینا اینه که شما شروع کنی به آموزش دیدن برای مدرسی، بری دوره های مختلف ببینی، مدارک مختلفی رو بگیری و اینکه تعداد ساعت آموزشت رو بالا ببری و گزینه آخر اینه که مدرس بشی. اول کار به هیچ عنوان هر چیزی رو که توی اینستاگرام میبینی نمیتونی انجامش بدی. خلاقیت به خرج نده، کار رو خراب نکن و اینکه از خودت هم ناامید نشو، حتما میتونی.